خدا سلام عرض میکنم خدمت شما علاقمندان به دنیای برنامه نویسی من وحید رحمانی فرد هستم موز با نهمین جلسه از دوره آموزشی نامپای از طریق کانال آموزش ویار فجوکشن میهمان شما خواهم بود امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجه شما قرار بگیره همونجور که حتما تا الان دیدین ما بر روی آرایه های نامپای میتونیم یک سری متود هم کال کنیم در این جلسه میخوایم به صورت خاص منظور سراغ بررسی چهار تا متد ور نانزیرو آل و اینی بریم که اینها متد های فیلترینگ کردن هستن یعنی میتونین آرایتون فیلتر کنید و به یک آرایه دیگه منتج بشین و از همون سابست گرفته از آرایه بر اساس یک سری شرایط خاص هست که حالا دست ما رو اینها خیلی بازتر میکنند و در کنار اسلایسینگ از اینها ما میتونیم استفاده های خیلی خوبی بکنیم پیشنهاد میشه که خب اینا رو تو ذهنتون داشته باشین نحوهی که از اونها استفاده میشه کارکردی که دارن تا در سناریه های مختلفی که میتونید از اینها استفاده کنید کاملا ذهنتون آمادگی داشته باشید که من میتونم مثلا متود ور رو اینجا به کار ببرم متود نازی رو برای اینجا خوبه بریم در بخش عملی و این متود ها رو در قالب مثال های مختلفی با هم بررسی بکنیم خب به بیایم تا کار بررسی شروع کنیم کار با متد ور شروع میکنیم اول از همه نامپای رو import اضافه میکنیم میگیم که نامپایی داریم به نام np و یه آره من میگیرم np.array یه آره دو بودی میخوام بچه ها یه دو بودیه و خب اول میگم که شما یک و دو و سه رو داری و بعد اینجا میگم که چار و پنج و شیش من بدیم پایین که شکل شبیه بشه بعد میگم که چاپش کن که حالا ببینیم اوکی همه چیز یا نه اجرا بگیریم خب اوکی خب اولی حالا استفاده من اینه که میام میگم آقا بیا توی B بی بگو np. where a کوچکتر از چهار ایشون میاد توی آرای a نگاه میکنه جایی که اندیس ها کمتر از اون مقدار حالا چیز باشه اون مقدار کمتر از چهار باشه اندیسشو رو برای من برمیگرد این اول کار بچه ها. من این اصلا همینجا ببندم بگم اصلا من یه آرای یه بودی دارم اوکی این فعلا کامنت کنیم یعنیم که آقا من یه دونه ای با np. A range uh, 10 من اسف صفت این کمتره رو من بریم بله صفت 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 آر آره آ آره آره رو چاپ کرد و اینجا پرینت بی رو یادمون رفت بذاریم بی اینو که اجرا کنیم میگه یه دونه حالا تاپل دارم من تک مقدار یعنی تک بعودیه یا اسف یک دو سه اینا کمتر از چهار هستن که اوکی حالا بیا آره دو بودیش کن که اینجا خب برای من طبیعی بود حالا مثلا اگه بچه ها اینو م... خب مقادیر متناسب با اینا اندیسن خود مقدار ها نیستن بچه ها. اگه بیام مثلا من اینو بگم که آقا زب در دهش کن دوباره اجرا کنیم اینو که اناسور به این صورت صفر و ده و فلان و من اگه بگم بیام اصلا کمتر از چهل اومن بده اندیس ها اینا رو میده میگه صرف یک دو سه کمتر از چهل هستند پس اینا اندیسن مقدار نیستن یادمون نره یه جایی ما میخوام اندیس ها رو داشته باشیم پس با ور کار میکنیم. من میام اینو برگردونم بگم آقا شما بیا یه آرای دو بودی هستی شما و ام پی ور اینا مساوی که از توی سطر دوم هم ما یه چیزایی داشته باشیم بعد این که بی رو چاپ کن برای من اینجا بچه این سه تا عنصر اندیسای چاپ خواهد شد و این و چون دو بودی هستم یه تاپل دوتایی دارم من و هر چیز و هر عضو از اون تاپل اندیس ها رو مربوط به یکی از این سه حالا محورها من داره یعنی اینجا دو تا چیز دارم دو تا اری دارم اری یک و اری دو هر کدوم چهار عنصر دارن این کلا بیا اینا توی سطر صفر هستن درست است یک دو سه سطر صفرن. حالا اندیس کالم هاشون چیه صفر یک دو عنصری که بعدن اینجا هستش یا ایشون توی سطر یک و کالم صفر هستش مثلا اندیس ها رو اینجوری داشتم حالا من اگه بیام اینجا بگم ای بی رو با من بده میاد مقادیر رو بر اساس اندیس ها با من میده میگه آقا مقدار هاشون اینا ها هستن به صورت یک تک بودی یک دو سه رو در اختیار من میگذاره که خب این در حقیقت معادل چی بود بچه ها معادل که من پرینت کن ای کمتر از چهار رو مساوی با رو که همین خروجی رو ایشون هم به من برمیگردونه فقط اینجا دیگه بچه خروجی من هم عددار دارم اما این اندیس ها رو خواستیم بعد با ور کار کنیم حالا ور یه مدل داره که ما میتونیم بیشتر از یک پارامتر بهش بدیم یعنی چی؟ اینا رو کامنت کنم میام آقا یه دونه ای رنج دارم تا ده اوکی سفتانه توش داریم حالا من اینجا میام میگم آقا من یه بی دارم ما سایبا دات ور ای کمتر از چهار کمتر ما چهار این بچه ها مشخصه منه میگی شما روی آرایی A حرکت میکنی سفتا نه که هستش اونجاهایی که کمتر اما سای چاره اندیسش رو سلکت میکنی حالا میگم برای خروجی بذار دوتا آرایی اینجا کریت کنم دیگه از حالا بذار از ای استفاده و بعد میگم از UD هم استفاده میگم یه ای دارم و یه ای ضرب در دو تا آرای همسایز با آرای اصلی بعد بهش بدم که این دوتا تا دقیقا همون ای هست و ای ضرب در این میگه هر جایی که شرط ترو شد یعنی اون مقدار ای کمتر از چهار بود بیا عنصر معادل تو همون اندیس رو از آرای ای به هم برگردون او... خب او... یه بارم ای رو چاک کنیم پرینت ای اینو کامنت کنیم که من روش یه توضیح بدم این اینجا ای میگه آقا اینو چک کن کمتر از 4 میگه آره میگه میگه عنصر معادله این اندیس رو از تو ای ورد بهم به هم برگردون خب 0 یک 2 3 4 تا اینجا شرط تو روه میگه از ای, ای اینا رو به هم برگردون هر جا شرط فالس شد میگه از آرای دوم اینو به هم بده یعنی من توی آرای بعدی چون ای ضرب در 10 اینا میشه 0 در 20 همینجور تا 90 پس من از اینجا به بعد 50 60 70 80 90 رو خواهم داشت پس B رو هم چاپ کنیم پرینت کن B رو اجرا که نیکسیفی یک دوسر چهار تا اینجا از آرایه اول و از اینجا باد رفته‌یم شروع دوم گه دو. خب این هزین. حال بذار این تغییر بدیم مثلا من میگم بیا گمایدن C دارم مثلا با np. رنج مثلا ده به اضافه 20. نه از آنالوگی 20 به بعد میخوام شروع کنم. اینجا میگم C داری شما. اینجا میای همینو بگیریم. یه وقت من های 20 من بده من های 20. خب دو تاش هم برای من دی آرم نمیخوام چاپ کنی ایشون بکن دی و اینجا بگو از دی میخوام بس پرینت کن سی رو پرینت کن دی رو و بعدم بی رو خروجین هم با هم ببینیم خب اناسور همونجور که میبینین از 20 شروع کرده تا 29 رفت اینجا از منفی 20 تا منفی 11 اومده پنج عنصر اول که شرط رو بوده از سی برداشته بوده از اینجا آورده و برای پنج تا عنصر دوم که شرط A کوچیک تماس 4 فالس بود از آرای A مون گفته خب برو از D مقدارها اینا رو بیار یه جوری کامباین کردیم دو تا لیست رو بر اساس یک شرط از این آرای دیگه که حالا میتونیم اینها رو همینجوری با هم, هم ترکیب بکنیم یه مثال دیگه بزنیم بزنیم, که کامل براتون شفاف بشه شفاف شد. تا الان اینجا میخوام ترو فالس ها رو مستقیم بدم میگم که آقا ما یه دونه بی داریم مسا np. به عنوان شرط این دو تا آرایه دو بعدی دارم دیگه آرایه های دو در دو پس شرط همم هم معادل اون بعد دو در دو باشه پس میگم آقا من یه شرط اینجا دارم و همین رو دو تا پارامتر بعدی هم خواهم داشت پس دو تا آرایه بعدم دارم که حالا بد میگم چیا هستن خب میگه چیا داری اینجا میگم آقا من true دارم یه دونه کاما فالس فالس یه دونه true دارم و یه دونه هم true دوباره اوکی خب اینجا میام میگم که برای آره اولم یک و دو ایشون سه و چار آره دوم همجور به ترتیب میرم بالا میگم پنج و شیش هفت و هشت یکم توضیحات حالا خود سایت نامپای برای این قضی نامفهوم بود نمیدونم شاید برای من هم نامفهوم ولی خب در کل ما سکر اینجا توضیحات دیگه خب اینجا آره سلکت ما یا آره دو بودیه دقیقا معادل آره که اینجا داریم دو در دو پس این هم بزاری من بذارم زیرش خب خروجی من به هم شکلی داشته باشه محل هر عنصر با ترو و فاز تعیین کردم اگه ترو بود عنصر معادل از آره اول اگر فاز بود عنصر معادل از آره دوم میاریم حالا اینا رو بریم زیر هم که دقیقا یک شکل بشن پس اینطوریه ایشون اگه ترو از آره اول اینو میاری ایشون چون فاز از آره دوم پس یک شش سطر اول خروجی منه و این دوتا چون ترو هستن و من از آره اول دارم سه و چهار خب اینجا هم نمیگیم پرینت کن بی رو خروجی رو با هم ببینیم پلی یعنی که یک شیش و سه چهار رو من میده مثلا من اگه اینو بیام اینجا بچه ها فالس کنم میگه که شما بی میری از خونه دوم به من مقدار برمیگردونی بس میشه یک شیش هفت چهار خب پس اینجا بچه دیگه ما اندیس رو نداریم جای اندیس رو مشخص میکنیم مقدارش رو برمیگردیم و توی بی میگذاریم حالا حالت بالایی دیدیم که ما وقتی به صورت تکی استفاده میکنیم اندیس ها رو در اختیار ما میگذاریم. حالا خب کارکرد های مختلف چیز بود دیگه متد ور بود که میخواستیم اینها رو با هم بررسی کنیم تابه بعد که میخوایم بررسی کنیم تابه هستش این تابه خب که از اسمش پیداست من این کامنت کنم Uh, میاد محل عناصری که صرف نیستن رو میده برای زمانی که ما ماتریس اسپارس داریم حالا ماتریسایی که تعداد صفرشون زیاد هست تابع تابع خوبیه خب اجازه بدید من تابع A رو مجدد تعریف کنم میام np. یه یا دو بعدیه که سه ستون و سه سطر داره برای من پس من اینها اجازه بدید تعریف کنم میگیم آقا شما بیا شما بیا و شما خب سطر اولمون رو میگیم 0 رو 8 و 0 سطر بعدی رو میگیم که 7 و صفر و سطر بعد رو هم میگیم منفی پنج و صفر و یک و اینجا میگم که فرض کنم من کتابه B دارم مساوی با np.non0 AR و بعدم میگیم پرینت کن B رو ARات که A ای اینجا بچه ها میان مختصات این عدد این عدد و این دو تا عدد از صد سوم من میده در قالب یک تاپلی از آرایه ها که مثل حالا تابع اندیس ها رو گذاشته از تابع از حالا انصار اول بعد صد و از عنصر دوم باید ستون رو برداریم خب. میبینی که اینجا من دو تا تاپل دارم اره میگه صفر و یک صفر و یک میشه اینجا ست و ستونی یک مورد بعدی یک و صفر هستش و مورد بعدی هر دو از سطح دو خونه های صفر و دو خونه های و دو حالا یه وقت ما میتونیم بیایم برای که حالا بهتر بتونیم مشاهدهش کنیم همچین کاری میکنیم میگیم آقا np transpose transpose b این همچین ساختار رو من میده یعنی دقیقا من اون حالا زوج مقدار برای اندیس ها رو دارم صفر یک یک صفر دو صفر دو دو اینها رو برای من به این صورت برمیگردون میده و اگر خود اناسور رو هم بخوام بگیم حالا اناسور غیر صفر چی هستش کافی اینجا بگیم که پرینت کن A B ای این اندیس ها تو توی B هست آقای ای این اندیس ها رو من برگردون و نشون بده مقادیرش رو که اینجا میگه 8 7 منفی 5 و یک رو شما به عنوان اناسور غیر صفر در آرایتون دارین که خب حالا ما میتونیم بچه این رو هم با همون حالا اجازه بدین بگیم شو باش پرینت کن ای ای مخالفه با صفر به من نشون بده شما که همون خروجی رو من میده اما گفتیم حالا زمانی ما اندیس ها رو کار داریم پس این نان رو برای زمانی هست که من اندیس هاشو فعلا کار داشته باشم بخوام با اندیس های اون عناصر کار کنم اینجا خود مقادیر رو میده که حالا ما این رو به این صورت میتونستیم بهشون دسترسی داشته باشیم دو تا تابع دیگه داریم تابع آل و انی اونها رو هم بزنیم برسی کنیم پارامتر بعدی که داریم و یه کم هم حالا گیج کننده است پارامتر کیپ دیمز یا کیپ dimensions هستش که میگه ابعاد رو برای من حفظ کن خب من اگه بیام بچا اینجا توی اکسس بگم که آقا اینا اگه اجرا کنیم یا حالا اصلا بزنیم کامنت کنم این قسمت رو اجرا کنیم دقت کن که من در هر حالت اکسیزی که اجرا کنم یه لیست به من میده میگه فالس تو رو اون میگه که حالا اکسیستت میگه ترو و فالس شما true و فالس یه لیست دارم بچه ها کلا حالا هر تعداد بود هم باشه این یه لیسته اما اگه اینجا بیام بگم که آقا من یه دونه کیپ دیمزم دارم دارم مصایبا true خب اینو برداریم فعلا اکسیز رو نمیخوایم دقیق یه لیست در لیسته چرا؟ چون من آریام دو بودی بوده همه رو جمع کردی یه خروجی داره ولی میگه چون کیپ دیمز گفت تو رو من دو در دو بهت میدم حالا اگه اینجا بیام اکسیز رو برگردونم اکسیز صرف قرار به صورت ستونی باشه دیگه خب میاد اینجا به من یه لیست میده میگه آقا یه لیست دوگانه دارم لیست دو بودی هستش ترو و فالس ستون اول ترو uh, هست ستون دوم فالس اگر اکسیز بکنم یک دقیقا ماجرا چی میشه اینجا بیا یه لیست اینجوری داری یعنی یه لیست دو در دو داری هر عنصر رو معادل سطر خودش سطر اول فاز و سطر دوم تو رو اینها رو معادل خودش نگه داشت پس اگه میخوای معادل حالا سطر ستونی تو یا اون دیمنشنتون حفظ بشه میتونی با کیپ دیمز کار کنی همین پارامتر هست که داریم این پارامتر اوت هم داره که میگه که حالا خروجی رو توی یه آرایه دیگه بریز برای معنی آرایه همسان با این آرایه بعد باشه که زیاد مهمه شما ما خود خروجی آل رو داریم میگیریم به مورد دیگه هم که داریم معمولا میان جای اکسیز بچا منفی یک میذارن که حالا اگه بخوایم با یه مثال عددی بهتون بگیم کارکرد چی منفی یک میگه آخرین بودی که هستش مثلا برای دو بود بیشترها خب یه کمی شاید تعین ابعاد چیز باشه میگه رو بود آخر میخوام برام کار کنیم یه مثال عددی رو این بزنیم خب تابه بعدی تابه آل هستش که حالا همونجور که از اسمش هم مشخصه میگه آقا من بعد تمامی عناصر در آرایی که دادی حالا یک بود دو بود یا هر چیز باشه ترو باشن که مسئولی که تو رو هم تو قسمت اسلایت ها خدمتون ارائه کردیم که حالا اینجا به درون میخوره خب من میام فعلا چکار میکنم میگم یه خروج من بده np.all حالا یه آرایه مستقیم بین میدم میگم آقا یه آرای دو بودی داری تو فعلا با مقادیر بولین کار میکنم میگم true و false داریم اینجا اینجا true و true true و true اگر بدون هیچ پارامتر دیگه فراخوانی کنیم آلو یعنی فقط رو بهش بدیم این میگه آقا من کاری ندارم چند بود هستی یه بود دو بود حالا هر چیزی که هستی باید همه مقادیر تو ترو باشن که اینجا چون ایشون فالسه به من خروجی رو فالس برمیگردونه این هم بچه بدیم بره کلیر و بگیم که اجاب. فالس میده اگه ایشون تو... خب ای رو بکنم ترو خب کلنی همه ترو هن و ترو من برمیگرد حالا یه پارامتر دیگه داریم ما به نام یا بعد حرکتیمون اکسیز حالت دیفالت نان هستش یعنی میگه همه رو در نظر بگیر رو حالت یه بود که فرق میکنه دو بودی هم میگه همه عناصر تو همه حالا بود ها که هستن من اینجا بگم اکسیز اکسیز با صرف بدم این اتفاق اگه بیافته بچه ها این دوتا رو بذم ما بزنیم زیر هم اینجوری یا ای آقا من وقتی صفر هستی به صورت ستون به ستون کالم به کالم چک میکنم این دوتا تو روه پس یه خروجی تو رو میدم این دوتا فالسه یکیش فالسه پس خروجی فالسه حالت اند داریم اینجا پس اگه من این اجرا کنم حالا یه بار اجرا کنیم ببینید که خروجی به صورت لیستی شد دیگه به ازای هر ستون من اومد اینو دا true و false و اگر اکسیز رو یک کنم به من چی میده فالس و ترو قرار شد این بار سطر کنیم سطر اول فالس سطر دوم ترو هستش حالا سطرهای بیشتری که باشیم اینجا تعداد عناصر میره بالاتر خب حالا یکم مثال و واقعی تر و عددی ترش میکنیم من میام یه دونه آرای ای تعریف میکنم میگم آقا np dot a range به عنوان مثال start رو میگیم مصاحب با یک stop رو میدیم هفت حالا میگیم که dot reshapeش کن عدد یک تا هفت رو میخوایم در قالب دو و سه خب این دیگه فیلم بیخیال بشیم اینجا بیم که پرینت کن ای رو که یه دونه حالا یک دو سه پنج شیش به من میده حالا من اینجا بچه ها میتونم بیام یه کاری بکنم یه قبلا هم انجام میده میگفتم پرینت کن ای بزرگتر از دو خب پرینت اینجا یه خروجی به من میده یه لیست فالس فالس این دوتا نیستن و بقیه تو رو هم خب ما اینو قبلا هم داشتیم باش با کار میکردیم حالا من اگه بخوام بدونم که آیا همه ی اعضای من بزرگتر از دو هستن یا نه اینجا متد آل میتونیم استفاده کنیم یعنی به جای این حالا به شرطشون یکی میگیم که np.all بعد همین شرطی که اینجا استفاده کردیم و میدیم np بزرگتر از دو این یه لیست a بزرگتر از دو این یه لیست به من میده و all رو, رو اون لیست من فراخانی میکنم اجرا کنیم میگه نه آقا همه اعضای تو بزرگتر از دو نیستن پس این یکی از کار کرده هست که حالا ما میتونیم به این چی روش داشته باشیم یا میتونیم بیایم مثلا روی ابعاد کار کنیم دیگه فرض کن بگیم که مثلا رو اکسیز صفر اینا رو چک کن برای من اینجا میگیم هر ستون چک کنه بزرگتر از دو هست یا نه اکسیز مساوی با صفر پلی شد مشکل این آلا تو بعد خب یه باری پلی کنیم و میگه که آقا ستون اول نه ستون دوم نه ستون سوم چرا ایشون بزرگتر از صفر هستش و این کار رو هم میتونیم با حال اکسیز یکم انجام بدیم که دقیقا میان برای من نگاه میکنه ایشون نیست ولی ایشون هست بله و فالس و ترو رو میده این بار یک لیست دوتایی دارم از اناساری که خروجی این شرط رو برای من داره روی آرای ای نشون میده خب اینجا من میام این کاپی میگیرم کمک باشه کامنت میکنم میگم که شما بیا من از تو میخوام عداد یک و دو و سه و مثلا چهار اینجا با من بده بعد اینجا بگو که پنج و شیش و سفر و هشت حالا بذاریم سفر بذاریم آخر هفت و صفر. یه بوده دیگه هم. حالا یک سطر دیگه نبوده دیگه اضافه کنیم اینجا بدیم نه هشت خب حالت عادی بزنیم من چیز رو بردارم کیپ دیمز رو بردارم خب اکسیز یک بچه افتیم اونی سرچ ها میاد کار میکنه خب ترو فالس ترو رو من میده سرچی میاد جلو اگه من اینو بدم منفی یک میگه از آخر بیام بود آخری که بود حالا توی تعداد ابعاد زیاد میتونیم از این روش استفاده کنیم این هم همون خروجی رو من میده یا اگه میگم منفی دو این میاد رو سرچ ها کار میکنه بود اول من ببخشید رو ستون ها بود اول من دیگه ستون بود صفر معادل ستون بود میشه صفر یک دو سه ستون آخر من فالس داره پس با منفی هم اگه دیدیم به این صورته که معادل همون چیزی که انجام میدیم ستون سطر منفی میشه سطر ستون حالا اگه بودهای بیشتر داشته باشین اونها رو تو دل خودش لحاظ میکنی یعنی می ادامه بدیم ولی اگر اینجا چاره دو بودی بدم منفی سه یا از اون بر یک دو بدم به من خطا میده اینجا میگه چی آقا میگه اکسیز سه از اوت آف فور اری آف پس اینم با حواست باشه اگه عکس منفی یعنی از اون سمت به این سمت شما حرکت کن من وارد مربوط به متد آل رو حالا در همین حدی خلاصه نگه میداریم چیز بیشتر از هم نداره فقط بعد درک کنیم که ماهیتش این هست که آقا یه چیزای غیر صفر رو قراره برای ما یه چیزایی حالا غیر از تورو رو که حالا چ... چیا تورو هم غیر تورو هستن تو اسلاید ها خدمتتون گفتیم برای ما برگردونه اگه همه تورو بودن تورو هست حالا یا به ازای ها برای هر بعد مجدا میده یا کلی یک پارچه میتونه بده تا بعدی که میخوایم بررسی کنیم یه جورایی حالا مشابه با آل هست اما کم سختگیریش کمتره توی تا آل ما میام سختگیری میکنیم میگیم همه موارد حالا بر اساس پارامترهایی که دادیم باید درست باشن اما توی تابه انیم یا حالا سخت نگه اگه یکیش هم درست بود حداقل یکی درست بود را بیا با ما این اوکیش بده که خب حالا میخوایم اینا با هم برسی کنیم تقریبا مشابه با آل هست پارامترهایی که داره چند تا مثال ساده میزنیم تا حالا کار این قسمتم تموم کنیم بگیم دوباره حالا پرینت کن np.any np.any خب من اینجا یه دونه آرایی فعلا مثال مثال آل با چیز بدیم مقادیر بولیه آرایی یک بودی که خب حالا چیز هست کاری باش نداریم مشخصه دیگه به آرایی دو بودی میدیم دیگه بقا من اینجا یه دونه همون آرایی که داشتیم البته true و false اینجا میگم که true و ترو. اینو بدیم میگه آقا آیا تو این دل این حداقل شما یه دونه عنصر ترو داریم که خب بله داریم و خروجی هم true به من برمیگم اما اگه بیایم بگیم که آقا این کار میخوای انجام بدیم من access بهت میدم access access با صفر این رو بذاریم زیر هم دیگه خب صفر قرار شد به صورت ستونی باشه این که یه دون ترو داره این هم داره پس تروها ها رو من دوتا ترو برمیگردونه اما اگه اینجا بیم بگیم فالس ترو و فالس اونجا اینجا دیگه هر دو فالسن اگه اکسیزو رو بکنیم یک چون در هر سطح من یه دونه ترو دارم کلا دوتا ترو به من برمیگردونه و از نظر دیگه من مشکلی ندارم برای اعداد بچه ها حالا ایشون کامنت کنیم فعلا ببینیم که print uh, np.any یه لیست اگه بخوایم بدیم گفتیم که حالا اعداد و حالا همه اونهایی که غیر صفر هستن ما ترو فرض میکنیم اما یه دونه مورد داشتیم به نام نن حالا فرض کنیم من یه دونه یک میرم بچه‌ها و یه دونه هم میگم که np. نن بگو این نن بچا معادل فاست نیست تو اسلاید ها هم نیاورده بودیمش اینا اگه من پرینت کنم یا ترو اگه که بیام اینجا اینو برداریم یه دونه ام خالی بذاریم بازم تو رو میگه یه چیزی هست ایشون نه نه ولی اون معادل فالس نیستش حتی اگه بریم اینجا بچه یک پوینت صفر رو بذاریم برای کار شایعه رو حل کنیم آلو بذاریم بگه همه تو رو یا نه ولی بله دینام تو رو با من برمیگردونه هیچ گونه مشکلی نیستش خب بگیم حالا من صف دارم صفر دارم و. یه دونه چیز دیگه بدیم یه بود دیگه هم سفر یک ایشون رومید چه ام... شد شو... بچه ها انپی داد یعنی یاره دو بودی بعد. حالا که اینو بکنیم اینی این یه بوت دیگه بهش بدیم دو هم بزنیم زیر هم و پلی این کلا میگه تو یه دونی یک داری اما اگه بیا اکسیز رو حالا صفر یا یک بدیم برقه میکنه اکسیز با یک به صورت سطری میخوایم نگاه کنیم قضیه رو یا اولی فالسه ولی دومی ترو هست اینجا من یه دونه یک دارم بحث بعدی بحث حالا کیپ دیم uh, بودش که توی آل برسی کردیم کیپ دیم از مصاحبه با ترو اینجا کار کردش دقیقا مشابه با همون هستش اینجا بیا من کلشو دادم دیگه دیمی نمیدم میگه من یه آرای دو بعدی بهت میدم تروه آقا این یه دونه توش هستش اما اگه اینجا بگیم که اکسز مصاحبه با یک یعنی به صورت سطری میخوام بررسی کنیم پس اینجا من یه آرایه دارم دارای دو سطر می اول فالس سطر دوم ترو همون شکل رو برای من حفظ کرده اگر هم صفر بدیم یه آرایه به من میده که یه لیست تو در تو داریم ولی اون لیست دوم دو عنصر دو داره اینجا دو تا لیست ها من داشتم چرا چون شکل آیره رو حفظ کرده بود اینجا هم توی بر اساس حالا ستونی که داریم شکل آیره این تی پی حفظ کرده تو در تو دو بودی، اما به هر ستون من مقدارم رو دارم خب کلیت مربوط به تابع انی بود که حالا بررسی کردیم چهار تا تابع رو تابع ور نانزیرو آل و انی رو امیدوارم که از مطالب این جلسه نهایت استفاده رو برده باشین تا یک جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار